درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. من استیو بازیل هستم و از شما دعوت میکنم به اخبار امروز یک شنبه 21 آبان ماه سال 2582 ایرانی 1402 هجری خورشیدی برابر با 12 نوامبر سال 2023 توجه بفرمید. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا یک شنبه 21 آبان ماه در گفتگو با شبکه خبری CBS تأکید کرد که ایالات متحده از سالها پیش تحریم‌هایی را علیه فروش نفت ایران اعمال کرده و در دولت جو بایدن تعداد و نوع تحریم‌های اعمال شده تقویت شده است. این پاسخ آقای سالیوان به پرسش مجری این شبکه آمریکایی بود که از او پرسید آیا جو بایدن قرار است از رئیس جمهوری چین بخواهد با توجه به آنچه ایران با نیروهای آمریکایی در منطقه انجام می‌دهد خرید ارزان نفت از ایران را متوقف کند؟ جیک سالیوان به شبکه CBS گفت که برنامه هسته‌ای ایران و همچنین تهدیدی که ایران برای ثبات منطقه و نیروهای آمریکایی در منطقه ایجاد می‌کند قطعاً در دستور کار نشست روز چهارشنبه با رئیس جمهوری چین خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او به عنوان سران دو اقتصاد بزرگ دنیا روز چهارشنبه 24 آبان ماه در آمریکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد. روابط دو کشور طی سالهای گذشته با طیفی از تنش‌های فزاینده اقتصادی، تجاری، حقوق بشری و امنیتی مواجه بوده است. بیش از 60 قانونگذار بریتانیا از هر دو مجلس عوام و اعیان خواستار گنجاندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سیاهه سازمان‌های تروریستی بریتانیا شدند. به گزارش روز یک شنبه 21 آبان خبرگزاری رویترز، نامه مشترک قانونگذاران بریتانیایی به نخست وزیر این کشور قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی بریتانیا را اقدامی در راستای احیای ثبات در خاورمیانه و حفظ امنیت داخلی بریتانیا خوانده است. سپاه پاسداران پیشتر توسط دولت بریتانیا تحریم شده است، اما قرار گرفتن این نهاد نظامی جمهوری اسلامی در سیاهه سازمان‌های تروریستی باعث خواهد شد عضویت در آن، شرکت در نشست‌ها و تجمعات سپاه یا حمل آرم آن در انظار عمومی در بریتانیا جرم شناخته شود. قانونگذاران بریتانیایی با ارسال نامه‌ای به ریشی سوناک نخست وزیر کشور گفتند با توجه به ادامه مناقشه ها در خاورمیانه اکنون بیش از هر زمان دیگری تحریم سپاه پاسداران ضروری است. اقدام هیئت‌های اجرایی انتخابات در رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که چندین نماینده کنونی مجلس را هم در بر گرفته با اعتراض‌های متعددی از جمله در رسانه‌ها روبرو شده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون دست کم 25 نماینده کنونی مجلس از جمله 4 تن از نمایندگان زن رد صلاحیت شدند و رد صلاحیت شدگان عمدتاً جزو نمایندگان منتقد مجلس هستند که به دلایلی چون عدم الزام عملی به جمهوری اسلامی صلاحیت آنها تایید نشده است. در این زمینه روز یک شنبه 21 آبان مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد مجلس را شاهکار یک دست بودن حاکمیت خواند و گفت که چون این روشی را فقط میتوان در جایی مثل کره شمالی سراغ گرفت که استبدادی ترین حاکمیت را دارد. و اما توماج صالحی خواننده معترض همچنان از ملاقات و تماس با خانواده و وکیل و دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز یک شنبه 21 آبان ماه با بیان اینکه این خواننده رپ بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زندانیان مالی است نوشت آقای صالحی حق دریافت هیچ گونه وسیله‌ای را از خارج از زندان ندارد. او همچنین از انجام فعالیت‌های ورزشی در زندان محروم شده است. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی،
در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. وکیل نیلوفر حامدی بار دیگر با رد اتهامات وارده به او و الهه محمدی خواستار آن شد که قضات دادگاه تجدید نظر حکم براءت برای این دو روزنامه‌نگار صادر کنند. پرتو برهانپور وکیل نیلوفر حامدی در گفتگویی با روزنامه شرق که روز یکشنبه 21 آبان منتشر شد، با تاکید بر ناعادلانه بودن روند بازداشت و برگزاری دادگاه غیر علنی این دو روزنامه‌نگار و نیز ایرادات متعددی در متن حکم صادره یادآور شد که روز شنبه درخواست تجدید نظر در حکم را ارائه کرده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامه شرق و هم میهن، سال گذشته در ارتباط با پوشش خبری جان باختن و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شدند و پس از بیش از یک سال بازداشت موقت در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد سیروس ذبیحی مقدم شهروند بهایی را به 8 سال حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس اعلام رسانه‌های حقوق بشری، این شهروند 63 ساله به اتهام عضویت در تشکیلات معارض به 7 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. آقای ذبیحی مقدم مهر ماه سال گذشته در منزل شخصی خود بازداشت و با گذشت حدود 2 ماه و نیم به قید وثیقه آزاد شده بود. این شهروند بهایی پیش از این نیز چند مرتبه سابقه بازداشت و تحمل حبس را به دلیل اعتقادات خود داشته است. پیش از آن نیز جامعه جهانی بهاییان اوایل آبان ماه جاری اعلام کرد در ادامه موج فزاینده آزار و اذیت این اقلیت مذهبی در ایران 36 مورد حمله به آنها در شهرهایی مانند اصفهان و یزد انجام شده و 26 بهایی که 16 تن از آنان زن هستند در مجموع به 126 سال زندان محکوم شدند. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد اجرای منویات علی خامنه‌ای در ایران به اجرا گذاشته شده است و در تازه ترین اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش در این سند کتب درسی باید متناسب با جنسیت دختران و پسران متفاوت شود. رضا مراد صحرایی صبح روز یکشنبه 21 آبان ماه در اختتامیه یک جشنواره حکومتی تاکید کرد که باید فرهنگ حیا را در سراسر جامعه نهادینه کنیم. مراد صحرایی وضعیت مدارس و دانش آموزان در ایران را نسبت به کشورهای دیگر به مراتب بهتر دانسته، اما مدعی شده آنچه انقلاب از ما می‌خواهد خیلی فراتر از آن است. رضا مراد صحرایی 29 شهریور ماه از اعمال تغییرات در محتوای برخی از کتب درسی در سال تحصیلی جدید خبر داده و تاکید کرده بود که در محتوای 56 عنوان کتاب درسی در سال تحصیلی تغییراتی اعمال شده است. وزیر آموزش و پرورش مدعی شده بود که این تغییرات تابع یک فرایند حساب شده و علمی است که در قالب بسته‌های آموزشی مکمل می‌شود و بعد به تغییر محتوا می‌رسد. و اما رسانه‌های ایران از شکسته شدن رکورد 12 ساله تورم آموزش در مهر ماه سال جاری خبر دادند. روزنامه همیهن در همین رابطه نوشته است که شتاب تورم در بخش آموزش تشدید فقر را به دنبال دارد و در میان مدت به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه توسعه خودنمایی خواهد کرد. رسانه های ایران با استناد به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران گزارش دادند که مقایسه تورم ماه مهر در 12 سال گذشته نشان می دهد در 2 سال اخیر با شیب تندی رشد تورم در این بخش اتفاق افتاده و متوسط تورم ماهانه 9% نیمه نخست دهه 90 در 3 سال اخیر به بیش از 17% رسیده است. مرور گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که درصد رشد قیمت‌ها در بخش آموزش در مهر ماه سال جاری در مقایسه با ماه پیش از آن به 21.6% رسیده است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهند که تورم ماهانه آموزش در مهر ماه سال گذشته 16.8% بوده است. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه‌ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری
و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. دبیر کل خانه پرستار میگوید کمبود پرستار آنقدر جدی است که به دلیل این کمبود بیماران جان خود را از دست میدهند. محمد شریفی مقدم روز یکشنبه 21 آبان به رسانه‌های ایران گفت اگر شما از بیماران و مراجعان چنین چیزی را نمی‌شنوید، دو دلیل دارد: یا آگاه نیستند و یا اینکه مظلوم هستند و کمبودها را می‌پذیرند. به جرأت می‌گویم بیماران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند. شریفی مقدم در ادامه گفت که سالانه بیش از 3,000 پرستار از کشور مهاجرت می کنند، اما وزارت بهداشت حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمی کند. او اعلام کرد که پرستاران حاضر نیستند با حقوق کم و آن حجم کار مشغول شوند. برخی از پرستاران معتقدند خانه نشینی بهتر از تحمل این میزان بی عدالتی در کار است. از این آمار چنین برمی آید که ماهانه حداقل 250 پرستار ایران را به مقصد کشورهایی که در آنها می توانند درآمد بیشتری کسب کنند ترک می کنند. منصور جعفری نمین، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی کشور، نیز اواسط اردیبهشت امسال از مهاجرت بیش از 800 ماما به خارج از کشور در سال گذشته خبر داده بود. یک خبرگزاری حامی دولت در گزارش به شرایط نامساعد اقتصادی کارگران اذعان کرد و نوشت که حقوق 8 میلیون تومانی کارگران فقط 40% سبد معیشت خانوادگی آنها را پوشش می‌دهد. خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال 1402 یک کارگر دارای یک فرزند حدود 8 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که بر اساس گفته خود کارگران سبد معیشت آنها حدود 20 میلیون تومان است. در گزارش این خبرگزاری تعداد کارگران در کشور حدود 15 میلیون نفر اعلام شده و
و در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود این قشر تورم بسیار زیادی را متضرر شدند. با وجود این وضعیت کارگران و شرایط تورمی اقتصاد ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای حل معضل بیکاری جوانان در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده تا حداقل دستمزد به طور خاص برای افراد زیر 20 سال و بدون سابقه بیمه به 70% حداقل دستمزد مصوب کاهش پیدا کند. و اما رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید شب یلدا و چهارشنبه سوری در تقویم جمهوری اسلامی به روز ترویج میهمانی و پیوند با خیشان و روز تکریم همسایگان تغییر یافتند. عباس میرزا حسینی روز یکشنبه 21 آبان ماه با رد خبر حذف این دو مناسبت در تقویم ایرانی به ایسنا گفت که شب یلدا از تقویم حذف نشده و چهارشنبه آخر سال هم برای اولین بار است که به تقویم اضافه می شود. با وجود تغییر نام شب یلدا و چهارشنبه سوری، عباس میرزا حسینی این دو مناسبت را متناسب با فرهنگ و سنت‌های ایران اسلامی خواند. به گفته رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این تصمیم در جلسه روز 18 مهر ماه این شورا و با پیشنهاد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است. و اما ارتش اسرائیل روز یکشنبه 21 آبان برای تخلیه کودکان از بیمارستان شفا، بزرگترین بیمارستان غزه، اعلام آمادگی کرد. به گزارش حساب فارسی زبان ارتش اسرائیل در رسانه اجتماعی ایکس، ارتش این کشور اجازه خروج از بیمارستان‌های شفا، رانتیسی و ناصر در شمال نوار غزه را می‌دهد و یک محور دیگر را هم باز می‌کند تا به مردم نوار غزه امکان دهد برای حفاظت از جان خود به سمت جنوب حرکت کنند. در مقابل مقامات فلسطینی میگویند با تداوم درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان هنوز افرادی داخل بیمارستان گیر افتادند. دو کودک تازه متولد شده جان باختند و ده‌ها تن دیگر به دلیل قطعی برق در معرض خطر هستند. تداوم درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و حماس و افزایش روزانه شمار زخمی‌های فلسطینی موجب شده بیمارستان شفا و دیگر بیمارستان‌های مستقر در شمال غزه به سختی بتوانند مراقبت‌های پزشکی در اختیار بیماران خود قرار دهند. و اما بنی گانس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل، روز شنبه با اشاره به برگزاری نشست سران کشورهای اسلامی در ریاض و سخنان سران سوریه و جمهوری اسلامی در این اجلاس گفت بشار اسد که مردم خود را قتل عام کرده یا رئیسی که جلاد ایرانیان است نمیتوانند برای ما موعظه کنند. به گزارش تایمز اسرائیل، بنی گانس با یادآوری اقدامات جمهوری اسلامی بر ضد مردم ایران و دیگر مردمان منطقه خطاب به رهبران کشورهای عربی افسود کسانی که با رهبران رژیم ایران دست دادند به یاد بیاورند که جمهوری اسلامی چه کرده است. او همچنین حماس را مسئول آوارگی مردم غزه دانست و تصریح کرد رهبران منطقه می توانند به فلسطینیان در زمینه نیازهای بشردوستانه کمک کنند، ولی باید به خاطر داشته باشند که آرامش مستلزم تغییر حاکمیت در غزه است. از شما بینندگان گرامی به خاطر همراهیتان با این برنامه خبری بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.